برایم به درگاهت خدایا. من انسان گناهکارم و تو قدوس اله، به زانو من درآیم به درگاهت خدایا. من انسان گناهکارم و تو قدوس اله، تو بخشیدی مرا با خون عیسی، نشان دادی ندارد مهرت هم تا به قدوسیت منجی مسیحا. تو بشنو حرف ما با این دعا را، شفا ده درد ما را، شفا ده قلب ما را، شفا ده فکر ما را، شفا ده روح ما را. زانو من درآیم به درگاهت خدایا. من انسان گناهکارم و تو قدوس اله، زانو من درآیم به درگاهت خدایا. من انسان گناهکارم و تو قدوس اله، تو بخشیدی مرا با خون عیسی، نشان دادی ندارد مهرتم تا به قدوسیت منجی مسیحا. تو بشنو حرف ما با این دعا، شفاده درد ما را، شفاده قلب ما را، شفاده فکر ما را، شفاده روح ما را. شفاده درد ما را، شفاده قلب ما را، شفاده فکر ما را، روح ما را، شفا ده درد ما را، شفا ده قلب ما را، شفا ده فکر ما را، شفا ده روح ما را، شفا ده درد ما را، شفا ده قلب ما را، شفا با عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. با امید اینکه حال شما کاملا خوب بوده و روزهایی شاد و موفقی را پشت سر نهاده باشید، امیدوارم که شنیدن برنامه این هفته ما به شما آرامش ببخشد. دوستان عزیز، چنانچه شما مایلید تا نظرات و پیشنهادات محترمتان را با من به طور مستقیم مطرح بفرمایید، لطفاً با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. متشکرم. Oh,
دانه دانه موی من گه پسودگی و غم زمان شادی و عزت به درگاهم شد. این هفته نیز صحبت من را تحت عنوان وسوسه و چگونگی غلبه بر وسوسه ادامه می دهیم. در این قسمت از صحبتمان به نمونه های اغوا کننده وسوسه می پردازیم. برای شناخت نمونه های گوناگون که وسوسه می تواند عمل کند، در اینجا ما زندگی عیسی مسیح را در آن زمانی که خود مورد حمله شیطان و وسوسه های او واقع گردید با هم مطالعه می کنیم. عیسی مسیح در زمانی که گرسنه شده بود و بدان علت بدن فیزیکی وی آسیب پذیر شده بود مورد وسوسه قرار گرفت. در این زمان شیطان از عیسی مسیح خواست تا مخالف اراده خدا نان خود را از سنگ تهیه کند. در این مورد در انجیل متی فصل 4 و آیات 1-4 بدین صورت می‌خوانیم که می‌فرماید: آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در آنجا شیطان او را وسوسه و آزمایش کند. عیسی در آن زمان برای مدت 40 شبانه روز روزه گرفت. پس در آخر بسیار گرسنه شد. در این حال شیطان به سراغ او آمد و او را وسوسه کرد و گفت: اگر این سنگ ها را به نان تبدیل کنی، ثابت خواهی کرد که فرزند خدا هستی. نتیجه و درسی که از این وسوسه به خصوصی که به عیسی مسیح حمله کرد می آموزیم این است که عزیزان، شیطان گاهی برای ارضای خواهش های جسمانی ما وسوسه هایی را در سر راه ما قرار می دهد تا پیشنهادهای کاذب در ذهن ما به وجود آورد. ما می بایستی هوشیار بوده و ببینیم آیا این ارضای جسمی مطابق با کلام خدا هست یا نه و فریب وسوسه شیطان را نخوریم. در وسوسه دیگری می‌بینیم که شیطان از عیسی مسیح خواست تا خود را از بلندی خانه خدا به زمین پرت کند. اما عیسی مسیح این دفعه هم فریب شیطان را نخورد و با استناد به کلام خداوند و اطاعت از آنها به مکر و حیله شیطان برای به گناه واداشتن خود غلبه نمود. در این مورد نیز در انجیل متی فصل 4 و آیات 5-7 بدین گونه می‌خوانیم: پس شیطان او را به شهر اورشلیم برد و بر روی بام خانه خدا قرار داد و به او گفت: خود را از اینجا بینداز و ثابت کن که فرزند خدا هستی، چون کتاب آسمانی می فرماید خدا فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا تو را از خطر حفظ کنند. آنها نخواهند گذاشت که حتی پایت به سنگ بخورد. عیسی جواب داد: بلی، ولی همان کتاب نیز می‌فرماید که خداوند را بی جهت آزمایش مکن.